پایگاه سرن در ژن فیزیکدانان سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای با بررسی و مطالعه برخورد پرشتاب ذرات به یکدیگر در صدد کشف اسرار هستی‌اند. اگر این بزرگترین و قوی‌ترین شتاب دهنده ذرات قادر از ذرات انرژی را با سرعتی نزدیک به سرعت نور در یک میدان مغناطیسی به شتاب درآورد، حالا باید تصور کرد که میدان مغناطیسی این شتاب دهنده چه نیروی جاذبه‌ای دارد. کار ابرمغناطیس‌ها این است که ذرات را در یک مسیر منحنی به طول 27 کیلومتر در عمق صدها متری زمین به شتاب درآورد. این مغناطیس‌های بسیار بزرگ هادی مرکز و قلب ماشین هستند و در تمام طول 27 کیلومتر وجود دارند. برای اینکه ذرات در مسیر منحنی در مدار به حرکت درآیند، به یک میدان قوی‌تر مغناطیسی نیاز داریم، مثل آنهایی که به وسیله هادی‌های بسیار بزرگ ایجاد شدند. دستگاه‌های شتاب دهنده دارای 1232 مغناطیس که هر یک از آنها 15 متر طول و 35 تن وزن دارد. برای تغذیه چنین میدان مغناطیسی به مقدار بسیار عظیم الکتریسیته نیاز است که برای کار هادی ها لازم است. در زندگی روزمره هادی های بزرگ باعث می شوند مقدار زیادی انرژی صرف جوی کنیم، منتها متاسفانه شرایط در سرمایه بسیار پایین ایجاد می شود، یعنی 273 درجه زیر صفر. اینجا دما بسیار پایین است، پایین تر از فضا، دمایی که در 10 میلیارد سال آینده دنیا خواهد داشت. در 19 سپتامبر 2008 یک نقص فنی در اتصال برق باعث شد مرکز یک سال تعطیل باشد. با این حال با استفاده از مغناطیس های با قدرت 5 تا 10 برابر پیشتر دوباره راه پیشرفت مرکز را گشود.